من بگم مارچ 23. مارچ چی میشه به فارسی؟ مارس. مارس 23. فارسی میگیم تو فارسی. 23 مارس. آره. 23 مارس. روز جهانی بی خدایانه. شما حتما از هشتگ Atheist Day استفاده کنید و مثل سال قبل یه دایره سبز میتونید اینجوری بذارید. خب دایره سبز این ساحلا اینجا هست. ساحلا یه چیزی بگو. آها دقیقا میبینید ساحلا هم لوگوش جای همین دایره سبز روز جهانی بی خدایانه. خب من اینجا توی اورشلیم رفتم سال قبل، این سال 2019، دایره سبز و هم کنار این، هم کنار من بیت المقدس رفتم. البته اینجا رو نباید میذاشتم من میرفتم، من علکی گفتم مسلمونم اینجا، اگه فقط به مسلمان رای میدادن ازم هم پل اینجا که من برای اینکه بتونم برم اینجا این عکس رو بگیرم با این دایره سبز، پلیس اسرائیل، نمیدونم پلیس بود یا سرباز، منو مجبور کرد حمد بخونم، منو فاتحه، منو مجبور کرد پلیس اسرائیل. یادمه تو خاطراتت گفته بودی. آره من جای تصف که بتونه که بدونه که مسلمان هستی که اجازه داری تا اینجا بری یا نه. فکر کنم به این علت بوده. زن بلوند غیر مسلمون سرباز اسرائیلی، اصلا من موندم اصلا میدونه من دارم درست میخونم یا نه. منو مجبور کرد سوره چیز اینجا ایرانیان هم که داشتیم سال قبل، جمهوری بی خدایان دیگه چیزه. آها میتونید برسین Atheist Day روش بنویسین، یا اینکه میتونید ویدیو خودتون هم اینجوری مثلا رو صورتتون بکشین یه پیغام بذارین. البته اینو عرض کنم، دوستانی که داخل ایران هستن به هیچ وجه صورتشون مشخص نباشه، چون اگر بخواد صورتشون یه مسائل امنیتیشون مشکل داشته باشه، ما اون ویدیو رو حالا برای پخش نمی کنیم یا مجبور میشیم که کلا سانسور کنیم، حالا به حساب اون چهرهشون رو بپوشونیم بعد پخش بشه. و نکته دیگه عرض کنم که فایل پی ان جی همین دایره روز آتئیست رو ما توی تلگراممون میذاریم که هر کس خواست پرینت بکنه یا خواست روی لوگوه به حساب روی عکس پروفایلش اضافه کنه، اونو داخل تلگرام قرار میدیم که بچه ها استفاده کنن، دانلود. خب من دو تا سوال داشتم، یکیش الان جواب دادین که این لوگو رو آیا مثلا پیشنهاد دادین، چون من خودم فکر میکردم از توییتر میشه به دست آورد. اما سوالم اینه که آرمین جان ما این ویدیو رو فرضون گرفتیم، کجا باید بفرستیم؟ شما جای لازم نیست بفرستین، هر جا روی اینستاگرام، روی فیسبوک، روی توییتر با هشتگ Atheist Day بذارین، ما با اکانت های خودمون میایم ری توییتش میکنیم. آها اینم، آها من فکر کردم شما میخواید جمع آوری کنی به شکل مثلا یک کلیپ در بیاری. البته با هم هشتگ میخوایم بکنیم، همونجوری هم میتونیم جمع آوری کنیم دیگه. شما ما با هشتگ Atheist استفاده کنیم، ما همونجوری هم میتونیم جمع آوری کنیم. آره از هشتگ میتونم بگم و دوستانی هم که عملا تو دیسکورد هستن میتونن ویدیوهاشون رو تو دیسکورد یا عکسش رو تو دیسکورد هم بفرستن که ما همونا رو هم میتونیم برداریم استفاده کنیم. جا زیاده عملا. اینا به این سه تا حالت داره، یا دستتون میتونین بکشین، نگذاریم به اینج خانم سوزی نشون بده یه لحظه، یا رو دست، یا رو صورت، یا روی کاغذ. قاسم فکر کنم روی سوزی کراش داره. روی قرآن هم میتونین اینجوری، یا انجیل، یا هر چیزی بکشین کنار مسجد، کنار چیزی. البته امنیت باید حواستون باشه، اگه امنیت کار ریسکی نکنه، هیچ کاری ریسکی نکنید. خیلی آره، اگرم ویدیویی میگم، اگر ویدیو یا عکسی گرفتیم که احساس میکنیم میگم چهرهتون معلومه، بعد میخواین که ما براتون سانسورش کنیم، ما به هر حال ایمیل هم داریم، آدرس ایمیل ما هم از atheistrepublic.fa یعنی فارسی @gmail.com، اونجا هم بازم میتونید به حساب بفرستید. میگم تمام آدرس های ما توی تمام شبکه‌های اجتماعیمون هست، شما خیلی راحت میتونید دسترسی پیدا بکنید. از همین حالا هم بذارین، قبل از مارس 23 بذارین، که همینجوری کسای دیگه بدونن که مارس 23 روز جهان، روز چی؟ روز جهانی بی خدایان به فارسیش میشه. روز چیزه. از همین حالا بذارین که تا اون موقع دیگه همه حالیشون باشه که روز 23 دیگه بیشتر بشه. ببینین ما این دلیل اینه که همه بفهمن که ما هستیم، یعنی بیشتر دیندارا ببینن که ما یعنی مثلا تو جامعه هستیم، باید بالاخره دست کممون نگیرن، میدونی ببینم از بعضی ببینم برادرشون، خواهرشون، پدرشون، همکارشون، ببینی هم جنس گرایان هم همین کارا رو کردن که بالاخره جامعه قبولش کرد، یعنی انقدر اومدن نشون دادن که چقدر قسمت مهم جامعه هستن، دیگه کسی نمیتونست ایگنورشون بکنه.